با سلام و درود مردم عزیز، بر اولین بار یک خبر منتشر شده که گفته میشه یفگنی پریگوژین فرمانده واگنر و فرمان پوتین قبلا کشته شده است. در گزارش آمده که اگر زنده هم باشه در یک جای زندانی است و بر اساس امی خبر ادعا شده که ملاقات پریگوژین با پوتین در کرملین قبلا گزارش شده بود یک صحنه سازی بوده. خب از زمان سرکشی فرمانده واگنر هیچ کسی او را در ملای عام یا در تصویر ندیده بود، نه در تصویر صامت نه در تصویر زنده. اظهارات پوتین و سخنگوی کرملین و همچنان اطلاعاتی که لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در این رابطه میداد از همه اول ضد و نقیض و نامشخص بود. حالا یکی از مقامات نظامی پیشین امریکا مدعی شده که فرمانده شورشی ارتش خصوصی واگنر احتمالا کشته شده است. این مسئله در گزارش نیویورک پست منتشر شده به نقل از رابرت آبرامز، جنرال بازنشسته ارتش امریکا، که این جنرال مدعی شده که پریگوژین فرمانده واگنر در شورش ناکام و کوتاه مدت در کشته شده و یا در جای زندانی است. جنرال آبرامز که پیش از بازنشستگی به حیث فرمانده ارتش امریکا در کره جنوبی فعالیت میکرد، دارای تجربیات از این نوع بوده و میگه که ارزیابی شخصی من این است که شک دارم پریگوژین دوباره در ملای عام دیده شود. فکر میکنم، میگه، یا پنهان شده یا زندانی است یا به یک طریق دیگه مسئلهش حل و فصل شده، اما شک دارم که من دوباره او را ببینم، یعنی کشته شده. ای جنرال امریکایی در پاسخ به اینکه آیا ای آدم خو یک میلیاردر روس بود بعد از شورش علیه پوتین زنده میتونه باشه یا خیر، گفتم من شخصا فکر نمی کنم که چنین آدمی زنده باشه با این کاری که شده، و اگر زنده هم باشه در یک جای زندانی است، آزاد نیست. خب دمی دو هفته سه هفته اخیر که مسائل مطرح شد از 24 جون به بعد، ما بارا گزارش کردیم که سخن دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین از برگزاری جلسه بزرگ با شرکت 35 تن از فرماندهان واگنر در حضور پوتین ما گزارش کردیم، اما هیچ تصویر هیچ سند نه کرملین داد و نه ما در جای دیدیم. حالا جنرال بازنشسته امریکایی درباره این تاکیدات دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین که گویا جلسه بین پریگوژین و پوتین بعد از شورش واگنر برگزار شده بود، این آدم مشکوک است. مدعی میشه که اگر مدرک واقعی دال بر ملاقات پوتین و پریگوژین ما ببینم قطعا غافلگیر میشم. چرا غافلگیر میشه؟ به خاطر از اینکه میگم من باور دارم که جلسه هرگز برگزار نشده و صحنه سازی بوده. به این خاطر، خب البته پسکوف دوشنبه هفته گذشته تاکید کرد که پوتین 35 تن از جمله پریگوژین به جلسه دعوت کرده بود و این جلسه هم ظاهرا 3 ساعت طول کشیده بود. او همچنان گفت که پوتین در این نشست ارزیابی خود از اقدامات واگنر در جریان جنگ اوکراین و تصرف شهر راهبردی بخمود و اتفاقات 24 جون این روز شورش واگنر میگن و مدعوین جلسه تشریح کرده بود. این میگه صحنه سازی بود. پریگوژین 62 ساله در دوره که فرمانده واگنر بر عهده داشت علنی از مقامات ارشد نظامی روسیه، بخصوص وزیر دفاع
و رئیس ستاد ارتش به دلیل نحوه مدیریت بد جنگ اوکراین به شدت انتقاد میکرد. خب این حال چون این کسی را او هم در شرایطی که جنگ جریان دارد، مشکل است که باور کنه آدم که هیچ حکومت تحمل کنه به این ترتیبی که او پیش میرفت. موزیگری پریگوژین در نهایت به شورش، یعنی در جرقوار و کوتاه مدت اگر منتهی شده باشد، و اگر راست باشه که تصرف کوتاه مدت شهر رسوف که من باور ندارم، به هر حال خاتمه پیدا کرده، نه به میانجیگری لوکاشنکو بلکه به یک کار دیگه شده که حال خبر میرسه که این کشته شده. خب آیا لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس واقعا بین واگنر و پوتین دست به میانجیگری زده بود؟ یا ای که خود لوکاشنکو هم در آرایش امی تئاتر فریبنده تبلیغاتی شریک است؟ حال سوال به اینجاست. در صحنه بعدی ظاهرا عنوان شد که به اساس توافق کرملین و پریگوژین از او از اتهامات خیانت تبرئه شده، تبعید شد به بلاروس. بعد لوکاشنکو مدعی شد که پریگوژین خود در بلاروس نیست، منکر شد. معلوم نیست گفت کجا رفته، شاید در مسکو رفته باشه یا جای دیگر. هفته گذشته گفت که فرمانده واگنر در روسیه رفته. به اساس دادهای یک تارنمای رادیویی پرواز گفته شد که یکی از جتای شخصی پریگوژین بعد از شورش نافرجام چند بار در مسیر بلاروس و روسیه تردد کرده. شما چه فکر میکنید؟ این قدر گپای را که ما مورد به اصطلاح تشکیک قرار دادیم، حتی امی خبر مشکوک نیست و احتمالا بخشی از نمایش نیست؟ گفتم میشد پریگوژین هفته گذشته در دفتر سرویس امنیت فدرال روسیه در سنت پترزبورگ دیده شده است. خب اگر این گزارش یعنی ثقه باشه، یک جرقه است که سخنان جنرال بازنشسته امریکایی را تایید میکنه. جالبش است که مایک پامپو وزیر خارجه ترامپ هم میگه که این شورش باعث خشم روسیه شده و ما زنده ماندن پریگوژین واقعی نمیدانم، اینطور نمیتونم بگویم که زنده است. چرا؟ پریگوژین صاحب در یک موقعیت حاد قرار گرفت. میگه اگر میخواین شما علی یک پادشاه شورش کنین، با اسلحه پلاستیکی کار نکنین. و پریگوژین با اسلحه پلاستیکی کار کرد و شکست خورد. منظورش ایست که از قدرت خود واقعا استفاده نکرد. منظور مایک پامپوی است. اما خیال پردازی رسانه های غربی از نوع دیگه است. پایگاه خبری تحلیلی نشنال اینترست نوشته کرده که روسیه بار دیگه نظیر آنچه در سال 1991 دیدیم در آستانه یک تجزیه بزرگ است. خواه یعنی منظورش فروپاشی شوروی در 1991 است. این احتمال وجود داره که روسیه درگیر هرج مرج داخلی شود، نظیر بود چیزی که در 1991 بعد از فروپاشی شوروی اتفاق افتاد و وضعیت ایره رقم زد که در تاریخ دیده نشده بود. و ای بار میگه اگر تکرار شود او تغییرات به اصطلاح از نو فروپاشی، قلمرو روسیه امروزی در حال تجزیه خواهد بود. خب البته سیاست سازا در واشنگتن و دیگه پایتخت های غربی باید خود هم میگه تا حد جهت مقابله با وضعیت پس فروپاشی روسیه آماده کنند. اینا دیگه بخی خواب میبینن. این نشه ادعا میکنه که گروه های خاص در روسیه تشکیلات امنیتی نظامی و اقتصادی روسیه را در کنترل خود دارند. خب امی گروه خاص در تمام کشورها هستند. در تمام کشورها گروه های خاص در تشکیلات امنیتی نظامی اقتصادی حضور می داشته باشند.
دنیا امروز به می طریق اداره میشه. مثلا ترکیه رو ببینید، مکسیکو رو ببینید، گروه های خاص در تشکیلات امنیتی نظام اقتصادی مسلط می باشند. این تنها مختص به روسیه نیست. خب برحال می خواهی بگویی که یک طوفان دیگه از درون روسیه را تهدید میکنه و باید ما منتظر صحنه‌ای باشیم که طوفان اتفاق بیفته و ما پارچه های فروپاشیده روسیه امروز مثل دیروز که اتحاد شوروی با او دچار شد ببینیم. منظورش این است. خب میگه روسیه یک امپراتوری چند ملیتی است، 21 جمهوری تشکیل دهنده روسیه امروز است که زمان ای 21 پاره سرزمین هایشان به وسیله روسها تسخیر شده، اما به عنوان ملت های زنده هویت ملی و رویاهای خود همچنان فراموش نکردن و آماده عمل هستند. می خواهی تو رو بگویم، اگر خود امریکا رو مورد مدداقه قرار بدیم و عمیق قضاوت یعنی حکم بالایش تطبیق بکنیم، شاید امریکا تا 2-3 روز بعد هیچ وجود نداشته باشه. خب این چیزایی است که در رسانه ها مطرح میشن، اما سخنی که خود ما گفته میتونیم چی است؟ در روسیه امروز در حالی که جنگ جریان داره و برای حیات و به اصطلاح فضای راهبردی خود در جنگ است، احساسات نظامیگری با ناسیونالیزم داغ در روسیه قوت گرفته. این برای اروپا بسیار خطرناک است. نتایجش ما در میادین جنگ میبینیم و این خلاف خوابهای است که مثلا نشنال انترست دیده و ما فقط به جلو میبینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. تا بعد.